футболбозони ин рӯйхат оиди пул ҳатто фикр намекунанд. Онҳо чунон маблағи калон ба даст меоранд ки ҳатто шуморидани он лозим нест. Агар чизе хоҳанд, ҳамон лаҳза мехаранд. Даромади солонаи онҳо бошад, ҳатто ба фарзандон ва набераҳояшон мерасад. Ва имрӯз мо ҳайати рамзии футболбозонро бо калонтарин маошҳо тартиб хоҳем дод. ولی پیش از سر کردن میخوام محمد تبارف رو تبریک گویم که اولی شده و سوال ما جواب داد. اگر تو نسخه در ویدیو آینده موافقی در کامنتری نویس در کدام از این دسته ها محمد صلاح بازی نکرده است. دروازه‌بان داوید دخیا منچستر یونایتد معاش 20 میلیون یورو. با اون نگاه نکرده که دخیا از همه قیمت‌ترین دروازه‌بان نیست اما او معاش کلان‌ترین رو بین دروازه‌بان ها به دست می‌آورد. اگر داوید نبود منچستر یونایتد خودش از حضوره دیدن بد میشد. موی سپتامبر سال گذشته با دیوهای سر شرطنامه‌اش تا سال 2023 دراز کرد و معاش او با 20 میلیون یورو در یک سال برابر شد. ولی حتی با داشتن چنین دروازه‌بانی درجه عالی خط حمایه امیو با اعتماد نیست و دم به دم گل سر میدهند. ایگونه چیزی با اعتمادی که من به شما توصیه دادم میتوانم این دوستان ما از یک ایکس میباشد. در اونجا کیفسنت های بالان و بونوس های گوناگون رو دریافت کرده میتوانید. اینچنین برای آدمای نو با پرامکد میدان تا 6500 روبل تحفه آماده کردند. سلکای بازی رو در کامنتر میگذارم. حمایتگری کناری چپ مارسلو ریال معاش 12 میلیون یورو. مارسلو برای چند سال بازی کردن در ریال با چنین معاش سازوار شد. او 13 سال می شود که کنج چپ خط حمایه ریال را دفاع می کند و طبق شرطنامه حضورش 12 میلیون یورو معاش می گیرد. روسی حاضر او ایستا ایستا موقع خود را از دست داده است. البته نه از روی معاش بلکه از روی بازی. این چیز البته به درآمد او تاثیر نخواهد کرد. حمایتگری مرکزی ماتیاس دلیخت یوونتوس معاش 14 میلیون یورو. تا بیستون سال گذشته پس از هنرنمای زیبای او بسیار دسته ها خواهش خریدن او را داشتند اما در نتیجه او با یوونتوس گزارش کرد. سبب یکم اگر دعوت شخصی کریستیانو رونالدو پس از فینال جام ملت ها باشد پس سبب دوم البته که معاش کلون است. او می توانست به بارسا گذارد اما کاتالونیا آماده نبودند که با او اینقدر معاش دهند. اکنون بعد 6 ماه بازی در یوونتوس با خلاصه آمدن ممکن است که تماما آن معاشی که دسته با او پرداخت میکند ارزنده نیست و چنان به نظر میرسد که تورینیو آلکای توبیسون آینده از یک وقتا بازینگری با مهارت جدا میشوند. حمایتگری مرکزی تیاگو سیلوا PSG معاش 12 میلیون یورو. سیلوا البته نمیتواند مثل دلیک 14 میلیون به دست آورد اما شیخهای قطری نیز به او معاش کلان میدهند. تیاگو از میلان به PSG همچون بهترین حمایتگری مرکزی گزارش کرده بود و حالا هم در قطار بهترین ها است و حالا که اویدی رفتن او یگم آوزه و خبر نیست هیچ کس معاش او را کم کرده نیست. حمایتگری کناری راست سرخیو راموس ریال معاش 12 میلیون یورو. اویدی هنر و مهارت راموس یگم شبهه نیست بنابراین برای معاش او نیز نباید یگم سوالی زیادتی پیدا شود. راموس نه تنها حمایت میکند بلکه در بازی های مهم گل میزند. روسی همون گلی زده او در فینال لیگ چمپیون های سال 2014 از 12 میلیون یورو هم زیادتر ارزش دارد. برای حمایت کردن او آماده است جانش را فدا کند. اون نمونه کاپیتان حقیقی است. نیم حمایتگری مرکزی اسکار شانخای سیب معاش 24 میلیون یورو. اسکار یکونیم سال پیش از جام جهان به خیتوی رفت و همین طور در منتخب برزیل موقعش را از دست داد. راست خودی اسکار اونقدر پشیمون نیست. او روی راست میگوید که با او جام جهان شوقوار نیست. به هر حال او هنگام پیرانسالی مثل بعضی فوتبالبازان به پول نخواهد ماند. او را غیبت کردن نادرست است چون این پیشنهاد را رد کردن خیلی مشکل بود. نیم حمایتگر مرکزی گابی آلساد معاش 19 میلیون یورو. در مقایسه از فوتبالبازان قبلا نامبر کرده شده گابی هیچ وقت ستاره فوتبال نبود. این نیم حمایتگر در اتلتیکو تا 35 سالگی خوب بازی میکرد و بعدا یک بار مثل که در لاتاریا غلیب شد. با او آلساد پیشنهاد کرد که او حق رد کردن او را نداشت. بالای این ترنری او خوی است. نیم حمایتگری مرکزی اندرس اینیستا ویسل کوبه معاش 25 میلیون یورو. اینیستا شاید در ژاپنیا سخت بارسلونا را یاد کرده باشد اما معاش که اینجا به دست میآورد باید او را آرام کند. هرچند همه ما میدانیم که برای اندرس معاش نقش اساسی را نمیبازد. هنر اینیستا خیلی ارزش بزرگ دارد و ژاپنی ها این را خوب میدانند. حملهگری کناری چپ نیمار PSG معاش 30 میلیون یورو. برای چی نیمار به PSG رفته بود؟ برای 30 میلیون یورو در یک سال. او سه گونه نوتکرار مسی، سوارس، نیمار رو ویران کرد و حالا برای این کارش خیلی پشیمون است. او میفهمد که هنرنمایش را در دسته ارزوهایش برای 10 میلیون یورو زیادتی عوض کرد. همچنین نباید فراموش کرد که در شرطنامه های رکلاموی او بیشتر مبلغ به دست می آورد. باز یک مثال اون که خوشبختی در پول نیست.
ҳамлагари марказӣ Криштиану Роналду, Ювентус, маош 31 млн евро. Ба Криштиану на танҳо барои голҳояш, ҳамчунин барои обрӯяш маош медиҳанд. У бояд дастаро ба ғолибият дар Лигаи чемпионҳо расонад, ҳамчунин аз ҳисоби реклама ба даста маблағи калон орад. Хулоса, аз ҳама ҷиҳат Роналду ба маош худ арзанда аст. Ба 35-солагиаш нигоҳ накарда бозингари португалӣ дар ҳар бозӣ гол мезанад ва қариб ҳар бозӣ рекордҳои нав мегузорад. Ҳамлагари канори рост Лионел Месси, Барселона, маош 40 млн евро. Чунин маош ҳайратовар аст. Ҳамин тавр не? Ба шартномаҳои рекламавӣ бедарназардоши андоз ӯ зиёда аз 100 млн евро ба даст меорад. Дар муқоиса бо дигар бозингарони ин ҳайат, ӯ хост даромади худро аз кумитаи андози Испания ба ҷо кунад ва барои ин кораш ба суди Испания кашида шуд. Ҳарчанд ин чиз алакай дуюмдараҷа шудааст. Месси футболи кайҳонӣ нишон медиҳад ва барои ин чиз маоши кайҳонӣ мегирад. Ҳамаш аз рӯи адолат. Мушкил аст тасаввур кардан, ки Барселона бе ӯ чӣ кор мекард. Дар охир савол, Оскар дар хитои аз ҳама бисёр маош мегирад. А дар ҷои дуюм кадом футболбоз аст?